پاینده ایران دورده بیکنان دارم خدمت همه شما ایزان و خوبان یه مقلتی میکنن برخی از این نیروهای مذهبی که آقا توهین نکنید اینا خودشون در رأس توهین کنندگان از اول انقلاب به باورهای ایرانی و تاریخ ایران بودن تاریخ مقدس ایران بودن توهین کن توهین بشه توهین حالا ما چند تا نمونه رو خوایم بیاریم و نیروهای مذهبی خوشفکرم تقریبا سکوت کردند. ما در علم فیزیک مبحثی داریم به اسم کنش واکنش در علوم انسانی هم این مبحث وجود داره وقتی تو میای سر تا پای تاریخ ایران رو رد میکنی خب این هم هست تازه تو به ناحق رد میکنی اگر جوابی از این ور داده میشود به حق است تاریخ خونریز تو مشخص است چطوری که این حضره من میخوام اون تمامیت خواهی مذهبی ها رو بهتون بگم به همه کس و به همه چیز توهین میکنن بعد کوچکترین صحبتی در مورد زندگی مقدساتشون تازه بدون توهین بیان میکنین میبرن در دایره توهین تعریف میکنن حسن عباسی یکی از اولین توهین کنندگان یکی از مهمتر من دو سه تا ویدیو رو دارم براتون نشون بدم میخوام با تفکر اینا آشناتون کنم نگاه کنید به کوروش بزرگ چگونه توهین میکنه در اینجا حالا طولانی فقط چند دقیقه گوش میکنیم که این زلقرنینه و اشتباهش برمیگرده به اونایی که قدیم این حرف رو تو بعضی جا تو حوزه در کوروش میگه میگه آقا زلقرنین چیه که گفتی تو حوزه اشتباهه حالا اینو مهم نیست تو این نظرشه. تو توهین کجا میشه اینجاست نیست این آدم فاسد بوده میگه کوروش فاسد بوده کوروشی که یک بار ازدواج کرده فاسد بوده پیامبری که 50 سالگی تا 61 سالگی 40 بار ازدواج کرده با دختر 6 ساله هم ازدواج کرده این پیامبر پاک دامن بوده این هم انگشت وسط بین دو تا انگشت دارم آیه حسن عباسی وقتی که به کوروش بزرگ به ناحق میگی فاسد انتظار داری ما در اینجا که تاریخ هم درست خوندیم به حق نگیم به پیامبرت فاسد ما به حق میگیم تو به ناحق میگی این آدم سهیونیست حالا به تعبیر امروزی ها چون این ستا تا شاه یعنی خشایار داریوش و کوروش ببینید چه جوری پرست داده میشن یهودی ها منشأ حرکت یهودی ها. تو بیشوری تو بل کردی اونا دارن چیز میکنن میدوزن آقا تو مولوی رو ول میکنی ترکیه میبره نظامی گنجوی رو ول میکنی جمهوری باکو میبره وقتی تو شعور نداری از مفاخر ملی خودت دفاع کنی دشمن وای نمیسه میبره اون که برده زرنگ است ولی این دلیل نیستش که کوروش بیچاره رو تو بخوای بگی نیسته که کوروش بزرگ رفته بابل را از بند جنایت های نصف نجات داده مردم بابل نجات پیدا کردن حالا اگر یک قومی هم در اونجا در اسارت نصف بوده به منزله این است که کورش رفته اونها رو نجات داده نه کوروش همه رو نجات داده مثل اینه که الان مثلا جمهوری اسلامی فردا سقوط کنه بعد اپوزیسیون بگه ما رفتیم بهایی ها رو نجات دادیم نه دیگه اگر قرار مثلا سقوط کنه شما اسمتونی همه رو نجات دادی تو ایران الان مسیحیه بهایی مسلمان شیعه مخالف نظام اسلام ستیز است ملی گرا هست انواع اقسام تفکراته بعد ما بیایم دست بزنیم رو بخشی از مردم آقا مگه کوروش رفتی به صرف اینکه یهودیا رو اونجا نجات بده اون همه <تصفح> مردم بابل رو تا نیدی نجات داد تو تاریخ اون بخشی که فقط مال یهودی هست. این خیلی چیزه بودن <تصفح> مثلا میمونه که الان سردار سلیمانی بلند رفت تو منطقه علی داعش خب داعش وقتی داشت جنایت میکرد یک بخششون ایزدیان بودن دیگه ایزدی ها رو سردار سلیمانی ما نجات داد آقا ایزدی دو تا خدا رو قبول دارن دو علیسی هستش اصلا خداشون خدای خوب و بد دارن حالا ما بگیم که آقا سردار سلیمانی که برخلاف اسلام که خیلی مثلا به خودش مینازد ما خدای یکتا من نفهم اینم بگم ما ایرانیا در ایران باستان خدای یکتا رو قبول داشتیم ولی حالا اینکه خدای یکتا رو هم آدم قبول داشته باشه همچین محلی از داستان نیست که ما افتخار کنیم حالا مثلا بعضی از قوم هایی که چند تا خدا رو قبول دارن دلیل بر چیز نیست خدا رو چند تا قبول دارن خدا هنوز چیز اون علازه اینکه دقیقا چیه ثابت نشده است اینو بهتون بگم حالا یکی دوست داره بگه خدا هفتش تاست یکی دوست داره بگه خدا یک تاست من نمیفهم این یک تا بودن خدا چه مزیتی داره حال ما خودمون در ایران باستان خدا یک تا رو قبول داشتیم ولی مزیتی هم نداره همچین برای همین بود وقتی کوروش میرفت هر ملتی رو نجات میداد به خدای اونا احترام میذاشت در جایی طرف دو سه تا خدا داشت احترام میذاشت و تجلی شخصیت کوروش بزرگ و شما در سردار می بینی میره در منطقه ایزدیان رو نجات میده آیه حسن عباسی ما الان بگیم که سردار سلیمانی و سپاه قدس که ایزدیان رو نجات دادن اینا چند خدایی هستن به چند خدا اعتقاد دارن مثل ایزدیان نه رفتن مردم رو از دست داعش نجات دادن بخشی از این مردم ایزدی بودن کوروش رفته بابل را نجات داده بخشیشون یهودی بودن هستن کوروش که اشاره کردم بالاخره این فضایی که داشته به فضای خاصی بوده ازدواج مهارم مثلا سردار سلیمانی کردهای عراق رو نجات داد بارزنی اینا بارزنی تجزیه طلبن حالا ما بگیم آقا سردار سلیمانی که مردم رو نجات داد طرفدار تجزیه بود آخه این چه حرفیه چون کوروش جایی رو نجات داده بخششون یهودی بودن صهیونیست بوده نگاه کن مغز نگاه کن این احمقا بد میشن به بخش انقلاب. انقلابی خوب خوبشون انتزه که میتونن حرف بزنن داشتن اینا تو فرزندانشون آتوسا نمیدونم با داریوش اون یکی میخواد این کثافتا میگه آتوسا با داریوش آتوسا بیشعور دختر شاهنشا کوروشه داریوش پسر اموی کوروش بزرگه آقا در اسلام شما هم که عقد دختر, دخترامو امو هم که میگن در آسمان بستن دختر پسرامو ازدواج کرده میگه خواهر برادر ازدواج کرده نگاه کن چقدر بیشوره نگاه کن خاصی بوده ازدواج داشتن اینا تو فرزندانشون آتوسا نمیدونم با داریوش بی داشتی؟ آتوسا و داریوش پسرمو دخترمو هم میگه ما آتوسا با داریوش و اینا اصلا حرفات کار یعنی توهینا رو داشته باش در حالی که داره دروغ میگه ما نمیگیم ازدواج مهارم در ایران باستان بوده یا نبوده حتما در چند مورد خیلی کمرنگ بوده ولی قاعده نبوده قاعده نبوده و همین الان در حکومت جمهوری اسلامی برید در زندان اوین ببینید چند نفر بازداشت شدن به خاطر خوابیدن با مهارم از جمله با مادر خودش حرف مادر خودش خوابیده تو زندانه ولی الان ما بگیم آقا همه بچه شیا با مادرشون میخوابن چه حرفیه در هر جامعه یه سریا ببخشید یه سری کارا میکنن این قاعده نبوده که بگیم آقا عرف بوده نه دو تا مرده ما نمیشه جز مثلا بیای تعمین بدید به کل که این خودش سفسطه است بله به این که داری دروغ هم میگی بله به این که داری دروغ میگی میگی آتوسا با داریوش دقت کن ازای خاصی بوده ازدواج مهارم داشتن اینا توی فرزندانشون آتوسا نمیدونم با داریوش اون... می... آتوسا با داریوش اینا پسر امو دختر هن ازدواج هم کردن هم هم نبوده فرزند متحدشون هم خشایارشای بزرگ بوده ولی تو دروغ میگی ولی ما اگر راست بگیم که زید بن حارث رو بخوایم رو کنیم که خیلی برات بد میشه ابتر بودن محمد رو بیان کنیم که فاطمه اصلا نمیتونه دخترش اینا خیلی براتون بد میشه که که ما اگر ثابت کنیم فاطمه دختر زید بن حارثه که آبروت میره من نصف فیلمو برای تعریف کردم قبلا تعریف کردم که زید خودش میره به محمد میگه که آقا من از زینب دختر بنجایش طلاق میگیرم تو بگیر چرا میگه چرا اینو میگه بلکه با محمد ندار بوده بلکه یه عمر با خدیجه بوده اسمش حالا میذارم پسر خدیجه در زمانی که پیامبر با خدیجه بوده زید, زید بن حارث هم با خدیجه بوده داستانه کسافتکاریای صدر آقا اصلا مدل های ازدواج اینا رو بخوایم بیان کنیم در اون دوران حالا اینکه در مورد پدر پیامبر خیلی بحثه چون عبدالله وقتی که میمیره پنج سال بعد پیامبر اصلا مدل ازدواج ها تا قبل از به دنیا آمدن پیامبر اینجوری نبوده که یک مرد با یک زن این مدل ها بیشتر بعد از سلمان فارسی که فرهنگ ایران میبره شکل میگیره ما 20 مدل ازدواج خاص داشتیم در بین عرب ها. که یک زن چند تا شوهر داشته برای همینه که مادر حضرت محمد مشخصه که آمنه چیزه آمنه است ولی پدر مشخص نیست داستان داره چون اصلا یه مدل ازدواج این بوده که با چند مرد بودن عربا این قوانین ازدواج با محارم نباشه و غیر و اینو نباشه بخشش اصلا سلمان میبره توی اسلام ما اینا رو میگی ما اطلاعات تاریخی میدیم تو به من میگی توهین کردی به ساحت مقدس پیامبر دروغ میگی من توهین نکردم من دارم تاریخ و مدل ازدواج ها رو میگم اگه دوست دارید مدل ازدواج های صدر اسلام رو بدونید استاد فرود فولالوند در این حوزه حرفای خیلی مهمی زده و من قبلا در یوتیوب دوم روده است بس امروز و دیروز هم نیست پنج سال پیش آپلود کردم براتون میگم مثلا الان سرچ کنم اسمش هم بهتون بگم آخه یه حرفایی میزنی ولی در حالی که ما اصلا در ایران این داستان ها نبوده بله من الان براتون لینکش چیز کنم توی رو دست گذاشته بودم رو دست دوم حالا الان پیداش نمیکنم بعدا برید تو کانال دوم هم سرچ کنید فولاد و هم پیدا میشه انواع اقسام ازدواج ها اونجا بوده خب این تو توهینا رو شما شو حالا کی تو اینو شروع کرده تو شروع کردی به کوروش میگی فاسد برام میگی که آقا اینا مهاره میخوابیدن مثلا که میاری نشون میده که اصلا یه کتاب نخوندید اگه میشه آدم سطحی هم به خونه میفهمه آتوسا و داریوش دختر امو پسر تو بهش میگی که ازدواج و مهاره خب از این تو اون که خوب خوبشونه. این افراد هم شروع میکنن یه زمانی در اینستاگرام همین الان هم این کارا رو میکنن و جالبه نه توسط مذهبی های خوشفک مورده مثلا سرزنش قرار میگیرن نه توسط نظام بازداشت میشن و توهین به تاریخ ایران میکنن اولا فکر کردم ما اینجا ببخشی خیار چنبلین وای میسیم نگاه میکنیم ما هم خارمادرتون رو میاریم جلو چشتون. نگاه کن کوروش بچه زنا لعنت بر که بر خشایار لعنت بر خشایاری که این سگ با یک میلیون ایرانی توی یونان کشته شد تو فیلم 300 نشون میده لعنت بر کوروش خونریز یغما نگیر آقا بر کوروش خونریزتون لعنت ایران جای ناصریانی است ایران جای کوروش فلسطینی نیست بر حواداران مازیار سنازاده لعنت آدرس بدید قتلو و قتلو فقط قتال آخه تو قتال قتال میکنی مازیار یک تنه سالها از نسل شما ببخشید جلو چشش که میمالن اصلا نمیکش انقدر شما میدید از ترس به خودتون خیس میکردید خودتون خود به خود سکته میکردید بعد تا داری به مازیار بزرگ توهین میکنی ساعت قتال میکنی پفک نمکی دشمن عرمیت هستی داخل ایرانی نمون فرار اوگوست فرار <تصال> <فراره> ساله ما که فرارم کردیم اینجا حرف میزنیم باز بهتون فشار میاد میگید میاییم اونجا میکشیم که <تصال> ببین این سطح از توهینار اینا سالها ببین یکی دو بار نبوده که امید دانا چرا توهین میکنه هر چیزی حدی داره ما توهین نمیم ما تاریخ رو میگیم والا همه اینایی که این گفت به دروغ به شاهان ما بس ولی همه اینایی که گفت حقیقت تاریخی پیامبرشه از زن آزادگی اینا همه اون فوشایی که میده دقیقا یعنی من نمیخوام تو این کلام. من به خود علاز تاریخی میگم بگو فوشایی که یه بار دیگه دادی بر کوروش بچه زنا لعنت میگه بر کوروش بچه زنا لعنت پدر مادر کوروش مشخصن پدر مادرش پدرشون که بزرگوار کامبیز بوده مکامبیز کامبیز و مادر گرامیشون هم مشخصه همه هم اینا مشخصه هم. که دختر آستیاک بود اما شما چی <تصف> این بحث زنا تو به کورش توهین کردی توهین جنسی کردی توهین زشت کردی ولی این چیزی که دا داری به عنوان توهین در مورد کوروش میگی زندگی واقعی پیامبرته چون پدر پیامبر معلوم نیست کیه عبدالله خرد کردن عبدالله باباش نیست پنج وقتی عبدالله مرد پنج سال بعد پیامبر به دنیا اومده برو سوال کن از آمنه بابای آقای محمد کیه به خدای ایران قسم توهین کنم دارم میگم تو این چیزی که به کوروش میگی به دروغ میگی چون پدر مادر کوروش مشخص است اما مادر پیامبر اسلام مشخص است ولی پدرش مشخص نیست این یعنی چی یعنی بس همون زنازادگی حقیقت تاریخی خودتو داری میگی پشت دوم چیه بر خشایاری که بر خشایار لعنت بر خشایاری که این سگ با یک میلیون ایرانی توی یونان کشته شد تو فیلم 300 نشون میده میگی فیلم 300 همون دیگه برو غربی برای فیلم بسازه اونم کلش دروغ تاریخی است اونم کلش دروغ تاریخی است ولی بازم دانی میگه خشایار با یک میلیون دیگه تازه دعوت دشمن کشته شد ولی حقیقت تاریخی اینه که امام حسین تو حتی مردم خودش هم قبولش نداشتن با هفته و دو نفر در یک صحرایی بدون آب و علف توسط فک و فامیل خودش کشته شد کدوم بدتره؟ تازه در مورد خشایی ها رو تا داری استناد میکنی به فیلم سی که دروغ است ولی <applause> <تصفح> <applause> حتی اگه فیلم سی ست هم قبول بکنی خودت داری میگه یک میلیون یار دار توسط دشمن خارجی کشته شد تو یکی از اماماتو یاد بکن که توسط دشمن خارجی کشته شده باشه همهشون توسط خودی کشته شدن یعنی چرا آدم باید بد باشه که توسط خودی کشته شه بالاتر از این تو که نصف اماما توسط توطعه زناشون کشته شدن زهر کی داد به حضرت اه... چی به امام رضا ببین شما اندازه هورمونی وقتی که با یک زنی ازدواج کردی سکس باعث ترشح هورمون های وابستگی میشه خود سکس باعث فقط سکس فقط این نیستش که تو بری ارزشی که هرمون های وابستگی رو بین دو طرف ویژه روی زن تولید میکنه من یه سوال دارم امامای تو چیکاره بودن؟ چه میکردن؟ با وجود سکسی که با زناشون داشتن این هورمون وابستگی تولید نشده و نصف امامای تو بابت خیانت زناشون کشته شده حالا کدوم بدتره؟ ما حتی اگه میار فیلم 300 را قرار بدیم کشته شدن خشایار بر اساس داستان خیالی 300 بدتر است یا داستان واقعی آشورا و قسمت این کشته شدن تمام امامات توسط زناشون توی تنهایی عموما هم تنها بودن تازه یعنی من... در مورد خود حضرت محمد داستان داریم یکی از داستانی که زهر دادن به حضرت محمد توسط یکی از خانوماش اینا هم داستان در حال نمیخوایم باز کنیم میگه بر کوروش خونریزتون لعنت میگه بر کوروش خون لعنت این هم یه دروغ تاریخی مثلا کورش که در اون زمانی که تمام پادشاهان افتخار میکردن مثل آشور ناپال و ناوبک نصر رو اینا که لوهای گلشون هست که آقا ما رفتیم یک جا رو فتح کردیم هزار چشم در آوردیم کوروش بزرگ ما وقتی که رفته جایی رو فتح کرده اومده لوی گلی داده که آقا من کسی رو نکشتم پس نمیتونه خون ریز باشه اما شما داستانتون مشخصه دیگه خودتون میگید اسلامتون بر اساس شمشیر و بر اساس آلت پیام میگید واقعا چرا انقدر ازدواج کرده بر میگن به خاطر که میگن اسلامو میخواست گسترش بده بین قبایل خب باوری که بر اساس شمشیر و آلت آلت تناسلی مردانه پیامبر گسترش پیدا کرده بعد مثلا و خونریزی ها رو شما نگاه کنید از صدر اسلام چقدر مردم رو کشتن مثلا چه جوری کشتن چه جنایتایی اصلا نظر خونریزی تاریخ واقعی پیامبر رو خودش یعنی هر چیزی که داره فوش میده به کوروش و داریوش و تاریخ ایران واقعیت میدانی تاریخی پیامبر خودشه ایران نیست. ایران جای ایرانی است ایران جای ایران بخشی عرب نیست و به یاری آروم این اتفاق داره میفته هیچ وقت هم نبوده برای همین شیعه شدیم <تصفح> کروش نیست. ایران دقیقا ملت کوروشه ببین اینا همش میگن ما ملت ما مسینیم دیگه ما خودمون رو پاره نمیکنیم بگیم ملت کوروشیم چرا شما ملت کوروشین چیزی که هستش که آدم خودش گلو خوش پاره نمیکنه تو به هم ریختی توی که صبح تا شب تمام رسانه ها و تمام مدارس و تمام این داستان ها تو حلق ملت میکنن که شما ملت امام حسینی باز تو باید بیای تو اینستاگرام بر هم بریزی بگی کشور ایران جای کوروش پرستی نیست ما موفقیت هم بودیم همین عصبانیت توه چون ایران ملت کوروشه کوروش پدر ماست ما میذاشتیم که بچه یه مش عرب تازی بخوان تمام باورها و تمام تاریخ نیاکانی ما رو از بین ببرن و این بر هم ریختگی بیرونی تو حکایت از سر, سر درونت میده که میدونی ایران ملت کوروشه بر همادار مازیار مازیار هم پدر مادرش مشخص بود آدرس بدید قتلو هم قتلو فقط ختال. داره که ما چت باید کرد بابا نگاه نکن هیکل تو پاپکی نمکی اینا این یارو چی بود پسره میگه من فلا اونم اینجوری دستشو میکرد رفت بازی رو آبرمون برد پشتشو میکرد بهش مش میزدن سجادی بود چی بود همون هم نیستی <applause> بگذاریم از این چیزا زیاده یا مثلا ما قبلا که بچه بچه‌ها رفته بود با یکی دیگه از این زنازاده ها این پسر واقعا زنازاده است واقعا یعنی واقعا پدر مادرشون به صورت میدانی مشه نه کنید در مورد ایران یه تیکه کوچولو اصلا اینم حوصله‌اش ندارم گوش کنید ایران کجاست یعنی این مود میگه ایران کجاست جایی که تو توش نشستی تو دشمن ایرانی تو الان میگی من اسلام به ایران حمله, حمله میکنه ایران کجاست گور بابا بابای ایران میگه گور بابای ایران گور بابای ایران اسلام مهم است خب ببینید ما که ببین همین من زمانی که داشتم دفاع می‌کردم نظام یکی از جنازاده که میومد من اذیت میکرد این بوده ای چرا جمهوری اسلامی دفاع میکنی برو تو این کن خب برای من تو این کردیم که واقعیت ها رو میگفتیم اونم نمیخواستیم بگیم شماها توهین ها رو شما به تاریخ ایران شروع کردید نمیشه که بشینی توهین بکنی هر چه درنه در میاد بگید بعد ما هی وایسیم گوش کنیم بعد شما بگی آقا مقدسات ما توهین نکن غلط کردی به تاریخ کشور من تو کشور من داری توهین میکنی. من وای فکر میکنیم وای, وای میسیم نگات میکنیم پاش برسه ببخشید دیگ بار میزنیم کل تاریخ اسلام تو میگیم همه توهینایی هم که شما به تاریخ ایران میکنید ببخشید توهین است ولی همین اینا جالبه حقیقت تاریخی پیامبرت است خیلی <applause> عجیبا هر چی فوش این با منطق دارم صحبت میکنم حریف منطق ما نمیشین لعنتی من اگه شروع کنم مثل شما نیستم که داد و اونجوری کنم که داد و هم رو حساب که من تاریختون رو توی سرنگ میریزم دسته بچه شیعه رو در میارم میزنم اینجوری قشنگ تزریق میکنم اینقدر منطق تزریق میکنم طرف آخه ببخشید شب میخواد بخوابه نمیتونه بخوابه دهنه سرویس میشه حرفای من یادش میاد بالاخره کرمه میفته تو مغزش میره کتاباتونو میخونه تازه شروع میکنه قر... بابا کاری نکن ببین من یه کاری بزرگی که بخوام شروع کنم اینا جنبش قرآن خونی را میندازن و بخونن مگه نمیگه قرآن خوندن ثواب داره من من میگم چه جوری بخونن میگم فارسیش بخونید در کنارش برنامه های منم داشته باشید آیه به با آیه بریم جلو تا بهتون بگم داستان چیه تاریخش هم بدونید شرح بالاخره نزولش بدونید چیه این شرح نزول ها رو بدونید <تصفح> بابا ما پشتمون مکتبه پشتمون تاریخه پشتمون مطالعه است ما جریان دموکراسی رو کمرش شکوندیم که یک جریان مترقی و قوی و بسیار خفنیه شماها رو که دیگه خدام زدتتون کرد نظرتو نظر برای همین مجبوری فقط با امپراتوری ترس برید جلو ولی یادتون باشه توهین رو شماها شروع کردید ولی ما ایرانیا توهین نمیکنیم ما تاریختونه که بگیم خودش توهینه براتون <تصفح> نیازی به توهین نداریم ما ما زندگی پیامبر رو بدون روتوش بیان بکنیم شما میگی آقا توهین کردی من توین نکردم به پیامبر پیامبر تو چل تا زن کرده اون کرده من تو این کردم اون اون کارا رو کرده اون دائم نشه میکرده من که بیان میگم می میکنم میگم این کرده بعد من تو این کردم نه اون کرده تموم شده زندگیش توهینه زندگیش مساق ببخشید توهین به انسانیته من چیکار کنم زندگیشو فقط بدون روتوش برات بیان میکنم بهت فشار میاد دیگه مقصر من نیستم که ولی نکنید این کارو آدمی که تو یک خونه شیشه زندگی میکنه به یک کاخ پولادین بوتونی همچون ایران شهری سنگ نمیزنه بچه جون شماهایی که از جبهه اسلام به تاریخ ایران سنگ میزنید مثلاق این مثالید در خونه شیشهای نشستی کلوخ پرت میکنی به این بنای بسیار عظیم و سنگی و بوتونی ایران شهری نگات بکنیم شیشات میشکنه خب نکن دیگه آدم باشید ما میخوایم کمکتون کنیم حکومت بکنیم به خدا دعوا باتون ندارم چرا این مباحث باز شما شماها از ابتدای انقلاب توهین رو شروع کردی جمع کنید خودتون رو وگرنه جمعتون میکنیم ببین دوران بزن و در رو تموم شده یکی بزنید به تاریخ ایران اونم با کلوخ ده تا بهتون میزنیم با ببخشید موشک های بالستیک تاریخی و استدلال چند چندیم پاینده ایران بدرود عجب